گرامی این برنامه اطلاعاتی اخبار است مستقیما از تلویزیون تاجیکستان در سوی بوشمز نفسان غنیزاده امروز در شهر دوشنبه با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی کارگاه زهر تاجیک جمعیت سهامی کشاده روشن مورد استفاده قرار داده شد بنیاد این کارخانه همچون ادامه آبادانی و بنیادکاری ها در تاجیکستان صاحب استقلال برای رشد ساحه صنعت ملی افزودن اقتدار استحصالی مملکت تاسیس جای های نوکاری و بهبودی روزگار ساکنان شهر نقش موثر دارد. گزارش همکارانمان 27 آگوست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در عرفه تجلیل از 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در کوچه تهران 21 ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت کارگاه زرگری زر تاجیک جمعیت سهامی کشاده روشن را مورد استفاده قرار داده با روند استحصال محصولات گوناگون زرگری و شرایط کار و فعالیت زرگران در آن از نزدیک شناس گردیدند کارگاه زرگری زر تاجیک در زمینه جمعیت سهامی کشاده روشن که سال 2012 با اشتراک بواسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در شهر گلستان ولایت سغد با مقصد کارکرد اشیای خام وطنی به استفاده داده شده بود فعال گردانیده شده است کارگاه زر تاجیک در مساحت 1420 متر مربع ساخته شده از سه آشیانه تهخانه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت می باشد پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمون و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در آشیانه یکمی بنای کارگاه زر تاجیک نخست از گوشه نمایش محصولات تیار زرگران دیدن نمودند تأکید گردید که کارگاه در اساس دستور و هدایت های به واسطه رهبریت عالی مملکت در سمت رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور ساخته شده در آن فعلا 50 نفر از جمله 20 نفر زنان و دختران به کار دائمی جلب گردیدند و معاش کارگران وابسته به سطح کسبیت و حجم کارشان از 1500 تا 3000 سومانی پرداخت کرده می شود. کارگاه از 5 سیخ از جمله مکانیکی برقی، رختگری، زرحلدهی، رسامی و دیزاینری، بستوبند و زرگری عبارت است. در کارگاه اساساً استحصال محصولات نهایی از طلا و نقره، لاتون سنگ‌های گوناگون قیمتبها که از کان‌های کوههای از جهت کندنی‌های فایده‌ناک با تاجیکستان دسترس کرده می‌شود. براه مانده شده است در اینجا برابری محصولات تیار آرایشی برای زنان و بانوان همچنین در اساس فرمایش میزاجان استحصال هیکلچه های گوناگون نشان های سرسینگی اشیای روزگار و یک قطار محصولات دیگر زرگری با استفاده از نقش و نگار خاص ملی آماده کرده می شود تاکید کردن به مورد است که روند آماده کردن قطعه های مخصوص برای گرفتن محصولات زرگری و نگهداری آن نیز در همین جا براه مانده شده است که آنها با صنعت خاص کندکاری تاجیکان تیار و برای استفاده پیشنهاد می گردند سروری دولت محترم امامعلی رحمون با روند استحصالات در این کارخانه که اساساً با استفاده از دستگاه و تجهیزات دولت‌های پیشرفته جهان از جمله کانادا، ایتالیا و چین براه مانده شده است توجه ظاهر نمودند با نظر داشت فراوانی اشیای خام یعنی طلا و نقره و متال و سنگ‌های قیمتبها در تاجیکستان و هم طلبات زیاد در بازار داخل و خارج کشور به آرایشات و جواهرات به رهبریت کارخانه دستور دادند که زمینه استحصال محصولات زرگری را باز هم افزون و شماره کارگران را زیاد نمایند در همین حال رهبریت کارگاه عهده‌دار گردیدند که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با بنیاد بنای بسیار آشنا در شفت کارگاه باز 450 جای نوی کاری مهیا میکند و شماره عمومی کارمندان را تا به 500 نفر خواهد رساند بسیار خوشحالم است که امروز جناب عالی در افتتاح فابریکه ما اشتراک کردند و شدند آن را کارخانه ما از جهت تکنولوژی با تمام تجهیزات زمانوی مجهز گردیده است تجهیزات از ایتالیا، کانادا، چین و فدراسیون روسیه دستور شده است ما شرایط استحصال کردن تمام نمود جوارت های حاضر زمان و تکنولوژی نو و تکنولوژی لازری شرایط پیدا کردیم زیاده از 50 جای کاری تشکیل شده است و در آینده حرکت میکنیم که باز همین جای کاری رو زیادتر نماییم و مسئولات بلند صفتی که استحصال وطنی می باشد به خلق دسترس نماییم استحصال جواهرات برای پورا غنی گردانیدن بازار داخلی می باشد و صادراتی حرکت میکنیم که در آینده ما رو به دیگر ریاست‌ها صادرات کنیم ما کمک می‌کنیم با ساخت آلات و آلات‌های این کمپانی
оснастили предприятие очень современным оборудованием. Вот как пример, вот здесь станки, которые являются одними из лучших в мире, которые дают очень хорошие результаты. В компании «Равшин» работает очень много талантливых ребят, которые мы помогаем их обучать, Они приезжали в Петербург. Мы их знакомим с самыми современными технологиями. И они, ребята, очень талантливые, но им нужна поддержка, им нужно немножко помочь, и они могут раскрыться с очень замечательной стороны, потому что ювелирное производство – это не только производство, это еще и вклад определенный в культуру, потому что любое ювелирное изделие, интересное ювелирное изделие – это произведение искусства. И для того, чтобы эти произведения искусства творить, чтобы их делать, нужен профессионализм, нужно знать современные технологии, и тогда будет результат. Конечно, это большой вклад руководства этой компании. Конечно, это без поддержки на государственном уровне это очень сложно было бы претворить в жизнь. И, конечно, это проект, который я вижу, он имеет очень большие перспективы. در کارگاه زرگری زری تاجیک در یک ماه 3 کیلوگرم طلا و 5 کیلوگرم نقره کار کرد و از آنها محصولات نهایی آرایشی و دیگر اشیای ضروری روزگار از جمله ارمغان ها برای بازار داخلی آماده میگردد. در مجموع اقتدار کارکرد این کارگاه نوی صنعتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه در یک سال با 36 کیلوگرم طلا و 60 کیلوگرم نقره برابر است و مسئولین میگویند که برابری با اقتدار پره برای ماندن فعالیت این نشان داد باز هم بیشتر کرده می شود و شماره جایهای کاری نیز بالا برده خواهد شد. صنعت کنونی کشور تاجیکستان عزیزمون است و ما وعده می دهیم که آینده برای بهبودی خلق تاجیکستان و اون سپرشو که جناب اولی پیشوی ملت ما با ما داده است ما سری وقت با عمل جاری کنیم و آینده سهم خود رو با کشور عزیزمون گذاریم. آینده ما نقشه داریم که اون ارمغان ها و اون فرمایشی که میشد از مردم از وزارت ها در سری وقت با صفات های بلند اجرا کنیم. اون صفات هایی که امروز در این زری تاجیکی شهر دوشنبه با کارکردی همین زرگرو و کارگران که اینجا با تکنولوژی نوی جهانی کتی ما اینجا کاربری میکنیم صفتی بلند کتی این کارها رو بجا میاریم و ما میخواییم که میزو جان اومده در اینجا چی ارمغان های توفه ها و اون چیزی که از زرهای تاجیکستان میشد از سنگوی قیمتبای تاجیکستان میشد اومده اینجا سپاریشو فرمایشو کنم. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان همه گونه اقدام سازنده ای را که به منفیت دولت و ملت ما می باشد همه جانبه دستگیری می نماید و ذکر رفت که رسیدن به صنعت کنونی با سرعت کشور عامل مهم در سمت وسعت بخشیدن اقتدار صادراتی و باز هم بالا برداشتن سطح نیکوحوالی ساکنان مملکت می باشد. من سفر علیزاده ام اینجان مینداری خود را به اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت میرسانم که به ما چنین کارخانه را احیا نموده است و وظیفه من در این کارخانه از آن عبارت است که من باید از متال ها هر گونه محصولات های زنانه و مردانه استحصال می نمایم. کالج رسامی در اختصاص زرگری خوانده تمام کردم و می خواهم که در آینده در اینجا کار کرده هر یک کاری که به اتمام می رسانم با صفت بلند که به خلق یا به مردم خدمت بردوام نماید. شرایط کار ما بهترین است. همه شرایط ها تامین با ما با همه اسباب های کاری تامین می باشیم که این باعث پیشرفت کار ما می باشد. من خلیبک و مشرف بینداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می رسانم که محض با دستگیری آن کس امروز کارگاه زرگری زری تاجیک در پایتخت کشوری عزیزمان شهر دوشنبه به استفاده داده شد و ما دختران در اینجا صاحب جای کاری دائمی و معاش خوب گردیدیم. من همچون زرگر در این کارگاه امروز با آماده نمودن انگشتری برای زنان و دختران مشغول می باشم. خلق از کار
قبول کردن من نازوکی های کاری زرگری را از خود نمودم. واقعا هم پایتخت عزیزی ما سال اصال آباد و زیبا گردیده ایستاده است و برای ما بهترین شرایط کار و زندگی فراهم می‌گردد که همه از توجه پریزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان نسبت ما ساکنان می باشد. رهبر دولت محترم امام علی رحمان پس از شناسایی پورا با روند استحصالات در این کارگاه نو و مؤثر در پایتخت مملکت شهر دوشنبه با صفت کارهای انجام یافته و توجه زیاد صاحب کاران وطنی برای راه اندازی استحصال محصولات واردات عوض کننده و کارکرد پورای اشیاء خام در داخل مملکت بهای بلند دادند. یادآور میشویم که فعلا روند تدبیرهای آبادانی و سازندگی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه برای استقبال باشکوه از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه سمت ها ادامه دارد و تا سال 2021 با نظرداشت طلبات اهالی و افزایش بخشیدن اقتدار صادراتی مملکت برابر 3500 انشاءات دارای تعینات گوناگون بنیاد کارخانه های نو صنعتی با راه اندازی استحصال مال و محصولات در بازار جهانی رقابت پذیر در آنها به نقشه گرفته شده است که در مرحله اول بیش از 3000 نفر با جای کار دائمی تامین خواهد گردید. همچنین در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در افتتاح کارخانه استحصال آبهای تشنشکن و محصولات مشروباتی سیوما اشتراک نموده با اقتدار استحصالی کارخانه نوبنیاد از نزدیک شناس شدند. کارخانه در دوام بیش از یک سال با سطح و صفت بلند و جوابگو به معیارهای معاصر استحصالات بنیاد کرده شده است. گزارش همکاران ما. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت کارخانه استحصال آبهای تشنشکن و محصولات مشروباتی سیوما را مورد بهره برداری قرار دادند و با خط استحصالی و امکانیت های آن از نزدیک شناس شدند. کارخانه مذکور در دایره دستور هدایت های رهبر دولت از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود اوستو گروه بنیاد یافته، امکانیت دارد که در یک سال با حساب یک بسته کاری 33 میلیون لیتر آب را استحصال به خریداران نهاد نماید. انشاءات مذکور با موثرترین خط استحصال تامین گردیده صفات همجانبه محصولات آماده شده را دستگاه های نصب شده تامین خواهند کرد. به اطلاع مسئولین تکنولوژی نصب شده کارخانه مذکور استحصال شرکت معروف سیدل فرانسه بوده، آن در اساس استانداردهای موثری بین المللی فعالیت میکند. مجهزسازی کارخانه استحصال آبهای تشنشکن و محصولات مشروباتی سیوما را متخصصان از جمهوری فرانسه، ایتالیا، لهستان، چخیه، روسیه، سربیا، مکزیک، آرژانتینا و اسپانیا انجام داده، تکنولوژی سیدل پورا به طور اتوماتیک فعالیت می نماید. طور به سروری دولت اطلاع دادن در کارخانه دقت اولین درجه به صفت محصولات استحصال گردیده ظاهر گردیده، خط استحصالی با فیلتر تازه‌کننده چورزینگی تامین می باشد. از جمله برای تامین صفت خوب و مطابق سازی آن به طلبات جوری بین المللی، آب از فیلترهای کوارسی، کربنی، کرامیکی و ایونی کنونی گذرانده می شود. در این برابر جهت تامین بهخطری محصولات و حفظ سلامتی استعمال کنندگان نظامی ازونی کننده نیز در کارخانه تازه بنیاد استفاده برده می شود که این تدبیرها صفت همجانبه محصولات را تامین خواهند کرد. استحصال آبهای گازنوک، بگاز و آبهای خشکان در ظرفهای پلاستیکی و شیشگی گوناگون حجم به راه مانده شده نمود ظاهری و صفت آن جوابگو به طلبات استانداردهای داخلی و خارجی میباشد. با فعالیت آغاز نمودن کارخانه مذکور امکانیت میدهد که منبع در اینجا نه تنها محصولات واردات عوض کننده بلکه به صادرات نگرانیده شده نیز استحصال کرده شود، زیرا این کارخانه از روی استانداردهای اعتراف گردیده جهانی فعالیت خود را راه اندازی کرده است. کارخانه سیوما از روی استانداردهای اعتراف گردیده خاص و ایسو فعالیت نموده، این امکانیت میدهد که محصولات استحصال گردیده به تمام جهان صادرات کرده شود. به اطلاع مسئولین، هنگام وصل و نصب خط استحصالی در اساس قراردادهای به انجام رسیده شرکت اوستو گروه و سیدل فرانسه، متخصصان محلی از کورس‌های آموزشی گذشته ترتیب استفاده برای تکنولوژی را پورا از خود نموده، فعلا مستقیما اداره فعالیت خط استحصالی را عملی می‌سازند. تکنولوژی ها را ما همراه خارجی ها از اروپا، از خصوصاً دولت‌های فرانسیا، پولش، ایتالیا، از ونزوئلا، از مکزیک، همراه آنها در اینجا آموزش کردیم، تمام این تکنولوژی‌هایی که در اینجا قرار دارند از بار کردیم. متخصص‌ها هم متخصص‌های محلی هستند. مینداری خود را از نام کل کارگران کارخانه و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که برای ما جوانان
چونین شرایطی خوبی کاری را فراهم آوردن. خط تکنولوژی استحصال محصولات مشروباتی باشد از دولت‌های اروپا، بخصوص از شرکت مشهور التک چخیا و سی تی ام لایستون، اینچنین از افکوم انجینیرینگ فدراسیای روسیه فرمایش داده شده پرواسون نصب کرده شده است. به مقصد پیشنهاد محصولات اعلی صفات، لابراتوری موثر با تجهیزات زمانه‌ای بخصوص معین کننده زیچی درجه مشروبات از شرکت افسرگی تامین گردیده است که در عین زمان در حدود آسیای مرکزی قیاس ندارد. مشروباتی در این کارخانه استحصال شونده اساسا برای صادرات پیش بینی شده است. در عین زمان 100 نفر در کارخانه نو صاحب جای کار گردیده، هنگام پرو با کار در آمدن کارخانه 160 نفر متخصصان محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین می‌گردند. همچنین 25 متخصص خارجی دیگر برای آماده کردن کادرهای محلی با کار جلب گردیدند. به تیم مسئولین برای باز هم بهتر و خوبتر کردن شرایط کاری برای کارمندان کارخانه، اجراهای کاری بر هوا بنیاد یافته، آنها با سر و لباس مخصوصی کاری و خوراک تامین می‌باشند. حدود کارخانه 1.4 هکتار زمین را در بر گرفته، مساحت بنای ساخته شده 7500 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنای مذکور با صنعت معاصر معماری بنیاد یافته، در ساختمان آن زیاد از 100 نفر متخصصان صاحب تجربه محلی صاحب جای کار گشتند. اسنای شناسایی را برای دولت به سطح صفات کارهای انجام یافته بهای بلند داده، برای فعالیت پرثمر و استحصال محصولات رقابت پذیر به مسئولین کارخانه دستور و هدایت‌های مفید دادند. قابل به تذکر است که برای بنیاد کارخانه مذکور پیشوای معظم ملت 19 مارس سال 2018 سنگ اساس گذاشتند و تا این دم این شد با سطح صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. باید گفت که آب برای کارکرد و استحصال مذکور نیروهای از دریای سیوما که 55 کیلومتر دورتر از پایتخت مملکت قرار دارد دسترس کرده می شود و این آب در اصول بین‌المللی اوکای اوشامیدنی که سال 2001 در ایالات متحده آمریکا برگزار گردیده بود در ده گانه آبهای بهترین جهان شامل کرده شد. طبق تحقیقات آلمانی سوها، سیوما با ارگانیزم زنده تاثیر مثبت رسانیده برای توانایی تن و خصوص کاری مشکل برده از اینکونی تام و برای تازه‌کنی ارگانیزم با سو فایده آور آزاده کرده شده است. آن از قبط پیریخو سرچشمه گرفته برای کشوندن آب کارخانه با مخلوط موثر ساوی که ترکیب و خصوصیت آن را همه‌جانبه نگاه می‌دارد تامین می‌باشد. برای تامین کارخانه با آب و تقسیم کنی منبعی آن در نقطه‌های فروش، واسطه‌های نقلیات مخصوص کلان حجم با گنجایش 25 تنگی و میانه حجم با گنجایش 4 تنگی با نصب تمغه سیوما خریداری شده است. در نظر است که در مولات نزدیکترین شماره نقلات برکش تا 200 عدد رسانیده شود. در بین دیگر اوپای روی زمین تفاوت داشته. در آزمون بین‌المللی اوپای تشنج آشامیدنی که سال 2001 در ایالات متحده آمریکا برگزار گردیده بود، در ده گانه بهترین اوپای روی جهان شامل کرده شد. انتقال این آب تا کارخانه استحصالی با واسطه نقلات مخصوص اروپایی که حرارت همین آب رو و خصوصیت شفابخشی این آب دیگر نشده و کارخانه انتقال کرده می شوند و نقشه گرفته شده است که سال آینده با واسطه قبرهای مخصوص آب دریای سیوما را با کارخانه استحصالی دسترس می نماید. تاجیکستان در جهان از لحاظ ذخیره های آب تازه آشامیدنی یکی از جایهای اولین را اشغال کرده، اوید به حل مسائل مربوط به آب به نفع اهل بشر کشور تشبثکار اعتراف شده محسوب می یابد. با قبول گردیدن تشبث چهارم سروری دولت تاجیکستان حال در مقیاس سیاره، در سال نو بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 تطبیق شده است که در دوره آن تا امروز پیشنهادهای اساسناک و سازنده به میان گذاشته شدند و تاجیکستان امروز به یکی از مرکزهای سیاسی بررسی مسائل مهم یاب در سطح جهانی تبدیل یافته است. آب استحصال شونده سیوما از نگاه اقتصادی و اجتماعی منفعت آور بوده، معرفگر کشوری محبوبمان در عرصه بین المللی شده، صادرات منبعی آن میتواند منفعت خوب اقتصادی آورد. همزمان فعالیت کارخانه به عملی گردی برنامه دولتی مساعدت به صادرات و واردات عوض‌کنی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2020 مساعدت خواهد کرد. حکومت مملکت مقصد گذاشته است که توسط تاسیس کارخانه‌های نو صنعتی کارکرد هرچه بیشتر اشیای خام وطنی را برای مانده با این وسیله تاجیکستان را از کشور اگراری و صنعتی و مملکت صنعتی و اگراری و صادرات کننده محصولات تیار تبدیل دهد. تنها در نیم سال یکم سال 2019 در شهر دوشنبه حجم استحصال محصولات صنعتی 1.3 میلیارد سومانی را تشکیل کرده است که نظر به همین دوره سال گذشته 25% زیاد بوده، تا سال‌های 2016-2018 حجم آن قریب دو برابر افزوده است. شماره کارخانه‌های صنعتی در 6 ماه سال جاری به 462 عدد رسیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 20 کارخانه زیاد میباشد. بنا به تاکید سرور دولت محترم امام‌علی رحمان، در عرفه جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان محبوبمان در شهر دوشنبه با فعالیت آغاز نمودن کارگاه و کارخانه‌های نو استحصالی و خدمت‌رسانی نشانه پیشرفت با ثبات اقتصاد ملی، قدم‌های استواری ما به سمت رشد درازمدت کشور و آبادی پایتخت محبوبمان میباشد.
Имрус бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Душанбе ҷамъияти саҳомии пушидаи заводи асфальту бетон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Ифтитиҳи чунин корхонаи саноатӣ дар мамлакат барои татбиқи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалисозии ҳадафи 4-уми стратегии саноати кунонии бо суръати мамлакат мусоидат менамояд. 27 август در شهر دوشنبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جمعیت سهامی پوشیده زود اسفالت و بتون را افتتاح کردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان با برداشتن پرده از روی لوحه رمزی به فعالیت دستگاه نو و معاصر استحصال اسفالت حسن آغاز بخشیدند. جمعیت سهامی پوشیده زود اسفالت و بتون که راهبریش را صاحبکار جوان طاهر حکومت به عهده دارد از سال 2002 تا این جانب فعالیت کرده ایستاده است. شماره کارگران 300 نفر را تشکیل میدهند و بعد وصل و نصب کارگاه معاصر در اینجا باز 50 جای کاری نو تأسیس یافت. کارگاه استحصال اسفالت از دولت‌های ایتالیا و ترکیه وارد کرده شده، اقتدار استحصال آن در یک ساعت 240 تن و در یک بست کاری نزدیک 2000 تن را تشکیل می‌دهد. رابرت کارخانه به خاطر سهم گذاشتن در رشد و پیشرفت پایتخت، آباد و زیبا کردن کوچه و خیابان و راه‌های شهر، همچون اقدام سخاوتمندانه سال‌های 2017 تا 2019 در مجموع نزدیک 30 کیلومتر راه‌های شهر دوشنبه را اسفالت پوش کردند. در اساس شرطنامه باشد کارخانه در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابعه مرکز 47 کیلومتر راه را از نو سازی کرده است. در کارخانه اسفالت براری سرور دولت محترم امامعلی رحمان از آزمایشگاه معاصر بازدید به عمل آورده با شرایط کار و سمت فعالیت آن شناس شدند. باید گفت که چنین آزمایشگاه ها نه در همه کارخانه های استحصالی موجود است و هدف تأسیسش را متخصصان تامین صفت، به خطری و پایداری محصولات کارخانه ارزیابی میکنند. من میرزای خیاسدین سردار آزمایشگاه میباشم. مقصد تشکیل نمودن این آزمایشگاه نظارت صفت مساله های ساختمانی و تکنولوژی کارها میباشد. این دستگاهی که شما در نوار میبینید برای گرفتن نمونه از قبط اسفالت بتون خوابانی شده میباشد. بعد از قبط راه گرفته بریده گرفتن این نمونه ها در دستگاه های آزمایشگاه سنجیده می شود. از پاپ دیگری که اینجا می بینید برای معاین کردن آبکشی نمونه های اسفالت بتون در اسفالت بتون در آزمایشگاه تیار کرده شده و نمونه های از راه گرفته شده می باشد. یعنی که نشانداد آبکشی این درجه زیچکونی آمیخته را در قبط اسفالت بتون نشان می دهد. اگر نشانداد آبکشی از معیار زیاد باشد در آینده زود ویران شدن اسفالت بتون در نظر است. ما کارگران آزمایشگاه کوشش می نماییم که همه مساله های ساختمانی که برای ساختمان راه های استفاده برده می شود از تنجش گذرانیم تا این که راه هایی که ما می سازیم با مردم سال های زیاد خدمت نماید. زود اسفالت براری از لحاظ اکولوژی بی ضرر است. به همه معیارهای اکولوژی جوابگو بوده بی پرتو می باشد. محصولات از پرتو استحصال شده در ساختمان دیگر انشاءات استفاده می گردد. من معاون راهبری جمعیت سهامی پوشیده از زود اسفالت بتون سالیوف رستم. ما در زود اسفالت بتونی که قرار داریم این زود ایتالیایی
و جام با ترکیه. این زاوت اقتدارش در یک 8 ساعتی کاری 2000 تن. زاوت زاودی نوترین تکنولوژی نو که با کامپیوتر اداره کرده می شود و او از قسمت اکولوژی تازه ترین زاوت در جمهوری به حساب می رود. در این نوگونی بسیار خوش کرده شده است. این یکم امولگاتر تیار میکند امولسیا. دیگر شمیا شبیانشن مستش نیستلتون میگند که نوترین تکنولوژی نو قدیم رو اجرا کرده است. در این خاصیت های فیزیکو میخانیکیش دیگرگون کرده می شود. با پرقوتر می شود. صفتش نقصتر می شود. از روی اکولوژی برای چی توزه؟ برای اون که در این نوترین تجهیزات گذارده شده است که همون چنگایی که استفاده خارج می شود همی او را با یک بونکری از الهیده جمع کرده می شود و در تگ ایلک در تگ همون جایی که توزه کرده می شود جمع کرده با الهیدگی در لیمچه جمع کرده گرفته می شود و در آینده در دیگر زوادها استفاده برده می شود. این تکنولوژی نوترین حساب می رود که اتمسفر ما رو غش نمی کند. تازه ترین تکنولوژی. در جمعیت سهامی پوشیده زوادی اسفالت و بتون در یک وقت یکچند نمودی محصولات از خبیل اسفالت میدادانه، اسفالت کلان، سنگریزه با قیر سیاه کرده شده و اسفالت بتونی سنگریزه و مستیکی شمعه استحصال کرده می شود. همچنین در اینجا دیگر مساله ساختمانی در بنیاد راه ها استفاده شونده تیار می گردد. در سیخ های کارخانه محصولات آهن و بتونی از قبیل کنار سنگ های بری راه، نوه های آهن و بتونی، بالاپوشی نوه های آهن و بتونی، حلقه های بتونی، بالاپوشی حلقه های آهن و بتونی، تخت سنگ های راه های پیادگرد، محصولات های آهن و بتونی برای ساختمان کانال ها و نوه های آهن و بتونی برای خط های قبر های گرمی دهنده از محصولات دیگری کارگاه است که با صفت جوابگو به طلبات استحصال می گردد. با استفاده از امکانات در داخل کارخانه از طرف رهبریت آن همچنین سیخ های گوناگون استخوانه ها با تجهیزات مختلف فعالیت دارد. بعدی شناسایی با فعالیت کارخانه استحصال اسفالت و بتون پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با صاحبکاری وطنی طاهر حکومت برای اقدام شایسته و پشتیبانی سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بهای ارزنده داده با آنها برور کامیابی آرزو نمودند. افتتاح چنین کارخانه های صنعتی در مملکت برای تطبیق سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و عملی سازی هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور مساعدت می نماید. همچنین تأسیس کارخانه ها و تشکیل جای های کاری دستاورد ارزنده به استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد که از جانب شخصان وطن دوست با جانبداری از سیاست سازنده حکومت کشور عملی می گردد. ادامه اخبار. قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنا و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان کفالت شایسته زندگی مردم کشور محسوب یافته، اون برای به ترتیب ضروری جشن و مراسم گوناگون که انجام دادن آنها خراجات زیاد را طلب میکرد مساعدت نمود. رعایت قانون مذکور امکان داد که مردم مبلغ های با این راه صرف نموده خود را برای بهتر کردن شرایط زیست، بنیاد منزل های استقامتی، تربیت فرزندان و حل دیگر مساله های نسبتاً مهمی روزگار خود استفاده برند. گزارش همکارانمان. دولت و حکومت تاجیکستان همیشه در مستحکم کردن شرایط زیست و وضع اقتصادی و اجتماعی مردم زمینه گسترده را فراهم می آورد. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنا و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان است یک جزئی مهمی آن محسوب می گردد. در نتیجه تطبیق با ثمر قانون ملی در مجموع مردم کشور توانستند که بیش از 21 میلیارد سومانی را به منفعت خود صرفه بینمایند. قانون باعث گردید که یک زمره معرکه و مراسم هایی که جوهر آنها را اصالت تاریخی و فرهنگی معرکه روی متشکل نمی دادند یا یک نوع آنها با خرافات ها و انعنه های غیر اصلی مخلوط شده بودند، از اینها مردم از برگزاری این گونه جشن و مراسم خودداری ورزند و قانون در دایره معیارهای خود و برگزاری چنین معرکه ها محدودیت ایجاد کرد.
متاسفانه بعضن حالت های می شود که ساکنان یا به سبب ندانستن قانون و یا آگاهی داشتن و صرف نظر نمودن مقررات آن به قانون شکنی دست می زنند. گرچند آمار شماره حالت های قانون ویران کنی را در 6 ماه اول سال 2019 نسبت 6 ماه گذشته کمتر نشان می دهد، ولی تا حال چنین حالت ها مشاهده می شوند. بیشتر قانون شکنی ها در این عرصه در ماده های دهم که برگزاری توی دامادی عروسی است و ماده هشتم که ترتیبی برگزاری زاد روز رو معیم میکند و بیشتر به نظر میرسد و تنها در 6 ماه سال جاری حدود 375 حالت قانون شکنی ها در رابطه با باب ها و ماده های علاهیده قانون به نظر گرفته شده است. تحلیل نشان دهنده های آماری و نتیجه و پیامد های اجتماعی و اقتصادی تطبیق این قانون ملی نشان می دهد که سند مذکور در حقیقت بر نفع مردم خدمت نموده، ضمناً برای تامین امنیت آذوقواری جامعه که یکی از هدف های استراتژی سیاست کنونی تاجیکستان محسوب می شود نیز نقش خیلی مهم را اجرا می کند. در ناحیه شهرستان با مقصد در سینفخانه‌های نو برهوا به تعلیم فرا گرفتن خوانندگان در سال نو تحصیل با جلب صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. گزارش همکاران ما از ناحیه شهرستان. سال نو تحصیل 2019-2020 را آموزگاران و محصلین 21 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک عدد گیمنازی دولتی، یک عدد پرورشگاه نظم مکتبی یتیمان و فرزندان اوایل‌های نیازمند، مربی‌ها و کودکان خوشبخت کودکستان غنچه در بناهای به طور معاصر و با صفت بلند جوابگو به معیارهای شهرسازی تعمیر و ترمیم گردیده آغاز می‌نمایند. ذکر به موارد است که این فعالیت سال روان زیر نظارت و کمک بی‌واسطه مقامات محلی حاکمیت دولتی ناحیه شهرستان با وقوع پیوست. مؤسسه تعلیمی رقم 18 از کهن‌ترین مکتب‌های ناحیه محسوب یافته، همه‌ساله در این درگاهی مقدس 650 نفر خواننده در دو بست تحصیل دارند. همه 15 سینفخانه و 5 عدد کابینت های فنی مجهز با واسطه های معاصر تعلیمی با صفت بلند تعمیر گردیده، جامعه آموزگاران جهت آبادانی میباده جویبار نظم مکتبی را از نو برقرار نمودند. خرسندی بخش است که برای مکمل تر آموختن فن شیمیا امروز به قدر نزدیک 4000 سومونی مبلغ سریکسی تعلیم تخته الکترونی خریداری کرده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه یکی از کلانترین مکتب ها محسوب یافته، 960 نفر خواننده را سال نو خوانشی 2019-2020 در 28 صنف خانه و 3 کابینت فنی در آغوش میگیرد. سال روان با کمک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه مبلغ های سریکسی و دستگیری صاحبکاران موفق برای تعلیم آموزی معاصر خوانندگان با مبلغ زیاد از 20000 سومانی میز و کرسی ها، جوان های اشیای تخصصی گذار و تخته الکترونی خریداری و در کابینت های فنی شیمی و فیزیکا مجهز گردانده شد. امروز با جلب هنرمندان محل نمای بیرونی 4 بنای تعلیمی به طور حشر رنگ و بر گردیده روزهای نزدیک به اتمام رسانده می شود. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 دهه گلستان از میوه های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، 5 سال قبل مورد استفاده قرار گرفته، امروز نیاز به تعمیر جاری داشت. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 مرکز ناحیه نیز که سال نو خوانش 510 نفر خوانندگان را در دو بس قبول می‌سازد، کاملا از تعمیر خوش صفت برآورده شده است. نظر به اطلاع آموزگاران، مبلغ تعمیر جاری مؤسسه تعلیمی مذکور از حساب فایده از زمین خواجگی یارسان به دست آمده تامین گردیده است. آموزگاران اول بهار سال روان در مزرعه 201 غله و کارتوش که کشت کرده به فروش برآوردند. با مقصد پرثمر استفاده کردن زمین و گرفتن دو سه حاصل، آموزگاران فعلا کشت تکراری لبلبوی سرخ، شلغم و ترک گذرانده استفاده اند. آموزگاران و خوانندگان مؤسسه های تعلیمی ناحیه با شکرگزاری از استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان که امسال ما 21 سالگی آن را تجلیل می نماییم، سال نو خوانش 2019-2020 را سزاوار استقبال می گیرند. بنابر باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی و روزگار ساکنان و رشد اجتماعی ناحیه در دوران صاحب استقلال کشور، صفی کودکان به مراتب بالا رفته، احتیاج به باغچه بچگان و کودکستان ها زیاد است. جهت حل این قضیه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سابق بنای ماموری بیمارخانه مرکزی را به توازن شعبه معارف ناحیه گذرانده به تاسیس باز یک کودکستان معاصر اقدام کرد. امروز بنا پس از تعمیر اساسی به باغچه نو کودکان خوشبخت برای 100 نفر تبدیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. بیننده های از گرامی شما رو با دیگر خبرگزارش ها همکارانمون در نشرهای منبع آشنا می سازند. سلامت باشید.